سرخط خبرها اختلاف دو مقام بلندپایه طالبان بر سر چوکی. رئیس سابق انسجام مساجد افغانستان علیه طالبان فدوای جهاد داد. مجاهد: طالبان طرفدار تعامل مثبت هستند. تیراندازی کوچی های مسلح بر باشندگان ولسوالی مرکز بهسود میدان وردک. و مکال: خروج مرگبار از افغانستان لکه ننگین برای امریکا است. سلام دوستان، به مجموعه مهمی این کانال خوش آمدید. رئیس سابق انسجام مساجد افغانستان علیه طالبان فدوای جهاد داد. رئیس سابق انسجام امور مساجد افغانستان روز یکشنبه دام سرطان در سخنرانی خود در مشهد ایران علیه طالبان فدوای جهاد داد. فضل کریم سراجی گفت: خداوند به کسانی که مورد ظلم قرار گرفتند اجازه داده است که تا رسیدن به حق خود در برابر ظالم و معتدد بجنگد. رئیس سابق مساجد افغانستان این سخنان را در تجمعی در میان مهاجران افغان در مشهد ایران اظهار کرده است. در ویدیویی که از سخنرانی این روحانی افغانستان پخش شده دیده می شود که او می گوید صدها فرمانده کشته شده جبهه مقاومت به خانه و حریم کس تجاوز نکرده بودند. این عالم دینی گفت: چند متجاوز از صدها کیلومتر راه دورتر آمدند و آنها را در خانه، دی و روستای خودشان کشتند. او با استناد بر آیات قرآن و حدیث پیامبر اسلام گفت: از جانب خداوند و پیامبر اسلام به مردم اجازه داده شده است که در برابر ظالم بجنگد تا زمان که حق خود را به دست می آورند. رئیس سابق مساجد افغانستان در این ویدیو با اشاره بر محدودیت های شهروندان افغانستان در داخل کشور گفت: بالاتر از این ظلم چیست که مالک زمین پدرت نباشی و اجازه زرع زمینت را نداشته باشی؟ مجاهد: طالبان طرفدار تعامل مثبت هستند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگو و رئیس هیئت طالبان در نشست سیوم دوحه گفته اشتراکشان در این نشست نشان می‌دهد که این گروه در کنار همه ملاحظاتی که صورت گرفته طرفدار تعامل مثبت است. مجاهد این سخنان را یک شنبه شب در سرطان تای سخنرانیش در نشست سیوم دوحه بیان و عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان آن را در برگه اکسش نشر کرده است. مجاهد این نشست را فرمت خوانده است. نامبرده تصریح کرده است که باید در نشست سیوم دوحه در مورد چالش های پیشروی اقتصادی، سیستم مالی و بانکی، چند جانبگرایی و تحریم ها گفتگوی مثبت داشته باشند تا حل مشکلات را آغاز کنند. او خواستار برداشتن تحریم ها شده و علاوه کرده است که طالبان توانستند تا منطقه را از طریق افغانستان با هم وصل کنند. طالبان در حال از تعامل با جهان صحبت می کنند که تا اکنون هیچ کشور رژیمی این گروه را به رسمیت نشناخته است. نشست سیوم دوحه ساعت 6:45 امروز به وقت کابل پشت درهای بسته آغاز شد و فردا نیز ادامه خواهد داشت. تیراندازی کوچی های مسلح بر باشندگان ولسوالی مرکز بهسود میدان وردک. در پی تیراندازی کوچی های مسلح بر باشندگان ولسوالی مرکز بهسود ولایت میدان وردک 6 تن زخم برداشتند. منابع روز یکشنبه در سرطان گفتند که کوچی های مسلح در سایه دو آب ولسوالی مرکز بهسود ولایت میدان وردک بر باشندگان محل تیراندازی کردند و در نتیجه 6 باشنده زخم برداشته است. به گفته منابع، کوچی ها صدها رأس مواشیشان را در زمین زراعتی مردم میچرخانند و انگامی که مردم محل برای دور کردن آنان از زمین هایشان تلاش داشتند، با واکنش کوچی ها مواجه شدند. بر اساس اطلاعات منابع، وضعیت صحی دو تن از زخمی ها و خیمه است. طالبان تا اکنون در مورد این رویداد چیزی نگفتند. اختلاف دو مقام طالبان. همزمان دو نفر به عنوان رئیس منابع بشری در الال احمر کار میکنند. بر اساس 4 مکتوبی که در اختیار رسانه ها قرار گرفته، رئیس و معاون جمعیت الال احمر طالبان بر سر انتصاب کارمندان این اداره دچار اختلاف شدند. در پی این اختلاف، اکنون دو نفر به عنوان رئیس منابع بشری در جمعیت الال احمر کار میکنند. طبق این اسناد، نورالدین ترابی معاون جمعیت الال احمر افغانی در غیاب متی‌الله خالص رئیس این اداره، فرد به نام محمد حافظ را به عنوان رئیس جدید منابع بشری تعیین کرده است. متی‌الله خالص با تعیین او مخالفت کرده و در مکتوب نوشته است: در غیاب رئیس، سرپرست یا معاون او حق تعیین کارمندان را ندارد.
او به ادارات دولتی گفته است که توصیه های معاون او را نپذیرد. آقای خالص نوشته است که بزودی با ملا حسن آخند رئیس الوزرای طالبان در این مورد گفتگو خواهد کرد. نورالدین ترابی معاون جمعیت لار احمر در نامه‌ای به رئیس الوزرای طالبان شکایت کرده است که متی الله خالص مسئولان مراکز زونها و ادارات محلی جمعیت لار احمر را تعیین کرده است. به گفته وی اکثر این مسئولان تابع رئیس کل هستند و از او اطاعت نمی‌کنند. در این مکتوب ترابی از رئیس الوزرای طالبان خواسته است که فرد به نام حافظ محمد را به عنوان رئیس منابع بشری اداره جمعیت لال احمر تعیین کند. بر اساس این مکتوب ملا حسن آخن این درخواست را تایید کرده است. منابع در جمعیت لال احمر افغانی تحت اداره طالبان بر رسانه ها گفتند که در حال حاضر دو نفر به عنوان رئیس منابع بشری در دفتر مرکزی این سازمان کار می کنند. منابع می افزایند که به دلیل ادامه اختلافات بیمی درگیری بین محافظان رئیس کل و معاون او وجود دارد. متی الله خالص فرزند مولوی خالص رهبر سابق جهادی است و نورالدین ترابی وزیر عدلی رژیم اول طالبان و از دوستان نزدیک ملا عمر بنیانگذار طالبان بوده است. مکال خروج مرگبار از افغانستان لکی ننگین برای امریکا است. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا کشته شدن 13 سرباز امریکایی در میدان هوایی کابل در ماه اگست سال 2021 را لکه ننگین برای امریکا توصیف کرده است. مکال گفت این لکه برای نسلها باقی خواهد ماند و این رخداد زیر نظر جو بایدن اتفاق افتاد. او این اظهارات را در واکنش به سخنان اخیر جو بایدن رئیس جمهور امریکا مطرح کرده است. بایدن شام پنجشنبه هفته سرطان در مناظره انتخاباتیش مدعی شد: من تنها رئیس جمهور در قرن حاضر هستم که در یک دهه اخیر هیچ نیروی امریکایی در هیچ جای دنیا کشته نشده است. این اظهارات او با واکنش رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا مواجه شد. مکال این ادعای بایدن را دروغ خوانه گفت: این جمله من را خشمگین کرد. من میدانم که این خشم کهنه سربازان ما را برانگیخت. خشم مردم امریکا و خانواده های سربازان ستاره طلایی را نیز برانگیخت. مکال از 13 سرباز امریکایی یاد کرد که در 26 اگست سال 2021 در پی یک حمله انتحاری داعش در میدان هوایی کابل کشته شدند. این مقام امریکایی با نگرانی از فرار هزاران داعشی از پایگاه بگرام و انجام حمله در میدان هوایی کابل تصریح کرد: خدا میداند که اکنون اینها کجا هستند و امنیت ایالات متحده را تهدید میکنند. مکال خطاب به بایدن درباره کشته شدن سربازان امریکایی در افغانستان گفت: این مرگبارترین روز برای ایالات متحده در پیش از یک دهه گذشته در افغانستان بود. مکال خطاب به بایدن درباره کشته شدن سربازان امریکایی در افغانستان گفت: این مرگبارترین روز برای ایالات متحده در پیش از یک دهه گذشته در افغانستان بود. سپاس که تا این دم با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.